پولس رسول توی کتاب رومیان باب 8 آیه 1 میگه آنانی که در مسیح هستن برایشون قصاص نیست. اما چون ما در مسیح عیسی از اون داوری و قضاوت نهایی گذشتیم، ما باید به یاد داشته باشیم که قضاوتی که کتاب مقدس ازش صحبت میکنه آن قضاوتی نیست که ما رو حکم نهایی رو میده. قضاوتی که در کلیسا وجود داره یه قضاوت متفاوتیه، قضاوتی هستش که همراه با رحمت هست، همراه با محبت هست، همراه با اون انگیزه بازیافت هست. گاهی اوقات متاسفانه کلیسایی که من همیشه این رو هر وقت میبینم همیشه اتفاقاتی میفته این رو به یادم میاد که وجودش مدیون رحمت و فیض مسیح. ما هستیم امروز به خاطر و داوری بر ما نیست، قصاص نداریم، چون به خاطر رحمت مسیح است که این هویت رو در مسیح پیدا کردیم. ولی گاهی اوقات آنچنان بیرحم میشیم و رحمت رو از یادمون میبریم که خیلی سریع برادر و خواهر خودمون رو حکم قصاص رو بهش میدیم، او رو داوری میکنیم و او رو شایسته جهنم میدونیم. من این حرفا رو از خیلی ها شنیدم، از شبان هم شنیدم، از اعضای کلیسا هم شنیدم که به راحتی در مورد نجات یک کس صحبت میکنه. این شخص حس خوبی به آدم بعضی وقت دو دست میده، چون احساس میکنی یه حس برتری نسبت به اون شخص داری وقتی یکی رو پایین میبری، انگار که خودت رو داری بالا میبری، ولی نمیدونیم که نه فقط به اون شخص بلکه در همون لحظه به خودمون هم داریم آسیب میزنیم با اون کار. خیلی از شبانا و اعضای کلیسا رو دیدم که حرکت خیلی زشتیه به نظر من و خیلی توهین‌آمیزه که یک شخص رو خیلی راحت قضاوت میکنن که اصلا نجات رو داره، جزء خانواده الهی هست یا نه، به همین سادگی و حکم رو خیلی راحت صادر میکنن. قضاوتی که ما میکنیم، حکمی که میکنیم، همونطور گفتم همراه با رحمت باشد، باید باشه، با مقصود و هدف بازیافت باشه و اینکه در نهایت باعث جلال خدا باشه. اگر ما داریم یک شخص رو بیرحمانه حکم بهش میکنیم، او رو روی سرش میکوبیم و او رو از کلیسا میرونیم و میگیم که این اصلا جزء بدن مسیح نیست به خاطر که همچین کاری رو انجام میده، یه چنین رفتاری داره، چنین عادتی رو داره، همچین صحبتی رو میکنه، من متاسفم به خاطر چنین صحبتایی که کم هم نیست توی کلیسا، مخصوصا به خاطر اعتقادات مسیحی که اساسی نیستن، اعتقادات مسیحی که محوری نیستن و انجیل رو مخدوش نمیکنن، خیلی راحت حکم صادر میکنیم، همدیگر رو جزء برادران نمی کنیم، میگه شما جزء برادران نیستی، شما مسیحی نیستی، شما نجات رو نداری، شما شیطان هستی، شما فلان. اگر خدا ما رو به خاطر رحمت خودش به وجود آورده و ما رو داره تحمل میکنه، اگر بخوایم با همون مسیح میگه اگر با همون پیمانه بخوایم بسنجیم، ما هم خواست و ناخواسته جزء همون گروه خواهیم بود. یعنی یه مقدار باید توجه بکنیم که داریم چه حرف رو میزنیم. آیا با این صحبت رحمت مسیح رو که دلیل وجود من امروز توی کلیسا هست، دلیل وجود برادر و خواهرم توی کلیسا هست، رد میکنیم، آیا توهین به اون نیست؟ آیا توهین به انجیل نیست؟ آیا نباید با این تفکر نگاه بکنیم که مسیح من رو نجات داده و به قول مارتین لوتر گناهکار مقدسی هستم، در حالی که قدوسیت رو به من مسیح داده، ولی این پروسه تقریض تا آخر عمرم ادامه خواهد داشت و در جاهایی حتما خواهم لغزید، لابد است از لغزش ها خواهد بود، توی زندگی من خواهم افتاد، ولی باید به یاد داشته باشم که برادر و خواهرم هم در این مسیر با منه و همون تجربیات رو داره. به یاد داشته باشیم که همدیگر رو بلند بکنیم و رحمت رو از صحبت های خودمون، حتی از قضاوت های داوری که برای بنای خودمون بنای هم دیگه هست، به یاد نبریم، کنار هم باشیم. صحبت هم شاید آخر این هستش که قضاوت ها و داوری های ما در کنار این که برای در کنار کلیساست، برای بنای برادر و خواهرم هست، برای جلال خدا هم هست. هیچ منفعت شخصی در قضاوت و داوریم های ما جایی نداره. اگر منفعت های شخصی ما، نظرات شخصی ما، یا بخوایم انگیزه های همدیگر، چون متی باب 7 مسیح وقتی که صحبت میکنه از قضاوت در مورد انگیزه ها صحبت میکنه، پولس رسول هم توی یه بخشی از صحبت های خودش توی اول قرنتیان 4:5 میگه پیش از موعد مقرر همدیگر رو قضاوت نکنید، زمان خواهد رسید. در مورد خدمت هم صحبت میکنه، خدمت های همدیگر هم زیر سوال نبرید، بذارید خدا هستش که اینها رو داوری خواهد کرد. اگر اینها داخل بشه جلال خدا رو هم داریم زیر سوال، یعنی داریم به خدا توهین میکنیم. هدف من از قضاوت و داوری این هم باید باشه که باعث جلال خدا بشه، نه اینکه نظرات شخصی خودم رو یا مشکلاتی که با برادر و خواهر خودم رو دارم از این فرصت
استفاده بکنم و زیر توی سر اون شخص بکوبم. و اگر فراموش نکنید که ممکنه یک روزی من به جای اون شخص روی صندلی که اون شخص نشسته نشستم، شاید خیلی یه ذره مهربانانه و با ترحم بیشتری قضاوت بکنم و حکم صادر کنم برای اون شخص. یه نکته آخر رو میخوام صحبت بکنم، یه خورده شاید سنگین باشه در این خصوص، ولی فکر میکنم جاش هست که روش صحبت بکنه. خدا در پیدایش اومد انسان رو به شبهت خودش آفرید. اینو هی صحبت کردیم و واقعا نکته مهمی هست برای اینکه الگو و سمبول ما برمیگرده به خدا. انسان مشکلی که براش پیش اومده و این هست که سعی کرد خودش بیاد از اون شباهتی که در اون به شباهت خدا آفریده شده جدا بشه، در سرکشی که از خدا میکنه. و بعد حالا امروز مشکلی که ما انسان‌ها داریم اینه که می‌خوایم دیگران رو به شباهت خودمون بکنیم. حالا منی که حالا من بحثم دو طرفه است، چه گناهکار هستم چه اگر گناهکارم نبودم، صحبت ما انسان‌ها و وظیفه ما انسان‌ها این نیست که دیگران رو به شباهت خودمون در بیاریم و گاهی اینو می‌کنیم. من که اینجوری نیستم، چرا جنیفر یا ادوین اینجوریه؟ پس اینا مشکل دارن. من که هر روز دعا می‌کنم، اگه این دو نفر دعا نمی‌کنن اینا مشکل روحانی دارن. چه در پست شبانی و چه در اعضا و چه شماسان ما خیلی مواظب باشیم. ما خونده نشدیم که افراد رو به شباهت خودمون در بیاریم، بلکه همه چیز باید به شباهت خدا باشه. به این معنی که حالا اگر جنیفر یا ادوین به هر دلیلی مشکلی دارن، اونها در راه و طریق خودشون به شباهت خدا در بیان. من نمیتونم، منی که خودم ایراد دارم، یکی رو بیارم مثل خودم بکنم. کپی کپی بدتر از خود کپیه میشه، چون یه اصلا کمتر، یه دونه در واقع یه سشورم از دست میده. بله، و صحبت سر اینه که ما باید هممون برگردیم به شباهت مسیح بیان. حالا یه مشکلی که اینجا هست اختلافات فرهنگیه. یه شخصی وارد کلیسا میشه، حالا آشوری، ارمنی، فارس، وارد کلیسا میشه که مال قوم خودش نیست. هیچ اشکان جان دیگه به جاهایی داری میری که آره عزیزم برنامه بعدی. ولی از یه فرهنگی میاد که با فرهنگ اعضا رهبران و شبان نمیخوره. بعد شبانان و رهبرا اون فرهنگ شخص رو به خاطر که با اونها نمیخوره به عنوان گناه خطاب میکنن. نه، مسائل فرهنگی و تفاوت‌های فرهنگی هست که هر شخصی اونجوری با خدا رابطه برقرار کنه. توی آمریکایی‌ها خیلی با لباس‌های راحت، شاید خیلی طرف با لباس رسمی کوچه‌شوارم نه در حضور خدا، ولی تو کلیسای ایرانی اگه یک کسی با لباس راحت بیاد فوراً انگشت می‌بندن حرفش، تو اصلا به خدا احترام نمیذاری. و خیلی مسائل فرهنگی دیگه هست تو کلیساها. رقص مثلا خیلی ناجور تو کلیساهای شهر سنتی‌تر خیلی بده، نباید بپری هوا، آروم باش، در سکوت خدا بپرس. فاینا یه سری مسائل فرهنگی هست که باز من میخوام فرهنگ شخص به شباهت فرهنگ من باشه. نه، ما قراره به شباهت خدا، به فرهنگ خدا رو بیاریم. دست از قضاوت برداریم، چون قضاوت دیگران رو به شکل ما کردن نیست، بلکه به شکل خدا کردنه. و این وظیفه که ما اول مسیح میگه اول خودت، اول از خودت شروع کن. بعد مشکل ما اینه که خیلی خودمون رو قبول داریم. بعضی وقتا بیشتر از مسیح خودمون رو قبول داریم که نه من خیلی بهترم. برای خودمون نشابه باز می‌کنیم. خب به هر حال دوستان عزیز، امیدوارم که تونسته باشیم تا حدودی افکار رو روشن بکنیم که جایگاه ما در قضاوت به عنوان یک مسیح چه میتونه باشه و چه مراحلی رو باید طی کرد برای اینکه بتونیم یکی رو قضاوت بکنیم. آیا کتابی داریم؟